با نام یاد خداوند متعال و سلام بر شما بیننده های عزیز به بخش دوم برنامه آخر خط با گونه زنده از نور خوش آمدید. یک دهه تلاش حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح. آیا افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید؟ هرچند سرنوشت تلاش های چند ساله حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح در این کشور تا کنون مشخص نیست و ظاهرا در حاله ابهام قرار دارد، اما رئیس جمهور غنی میگوید که حکومت افغانستان صلح پایدار میخواهد و برای تامین آن به هیچ معامله تن نخواهد داد. رئیس جمهور غنی چند روز پیش در نشست قلب آسیا در اسلام آباد گفت که صلح را می آوریم که به جنگ خاتمه دهد، نه صلح را که یک معامله دیگر باشد. رئیس جمهور همچنان گفت که افغانستان بیش از هر زمان دیگر به صلح نیاز دارد و این حسن نیت افغانستان را در رسیدن به صلح پایدار در منطقه نشان می دهد. اما با باور آگاهان، اختلافات در میان گروه طالبان، فعالیت های گروه تروریستی داعش در افغانستان و مهمتر از همه گنگ بودن موضع پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان از مهمترین چالش های این روند محسوب می شود. با این همه چرا بیش از یک دهه تلاش حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح تاکنون بی‌نتیجه است و چی چیزی ما را به آن صلح پایداری که رئیس جمهور غنی به آن تاکید میکند میرساند؟ در این برنامه آقایان سید محمد حسن شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان و عبدالناصر شفیق استاد دانشگاه با ما هستند. خیلی خوش آمده میمون عزیز. آقای بلخابی، با شما میمیم فکر میکنیم که پس سفر اخیر رئیس جمهور غنی به پاکستان بحث یا حرف تازه در باب گفتگوهای صلح به وجود آمده باشه و خوشبینی تازه در این راستا شکل گرفته باشه؟ تشکر با عرض سلام به مصدر شما و استاد عزیز و سلام. بینندگان تلویزیون شما درود میفرستم بر روح پاک و طیب شهدا. خدمت شما عرض کنیم گرچه نشستی قلب آسیا در پاکستان ای مستقیمن ربطی به صلح نداشت و آجندای از او مشخص بود و بحثی از او چیزی دیگه ای بود، ولی در حاشیه این نشست ها یک مقداری گفته شد در رابطه با بحث صلح. ما اون چی که بار بار از تریبون شما و بقیه رسانه عرض کردم اوی است که صلح نیازی مردم افغانستان است، به شکی نیست. صلح آرزوی مردم افغانستان است، به شک نیست. این یک اصلی بشری، اسلامی، دینی و چیز است، در شک نیست. اما راه صلح، رویش صلح، برنامه صلح و چگونه این راه را ما افغان ها تعقیب بکنیم تا نتیجه بده ما به یک صلحی پایداری که آرزوی مردم است با او برسیم. این سوالات است که مردم از دولت، از رهبران حکومت وحدت ملی، از شخص رئیس جمهور داره. ولی همیشه جواباتی که دولت داده چی بوده؟ همیشه سوالات مردم به پاسخ بوده. شما ببینین، ما تقریبا میبخشین تقریبا 10 سال است که ما برنامه صلح داریم. قبلا کمیته تحکیم صلح بود به ریاست جناب مجددی صاحب، بعدا شورای عالی صلح آمد به ریاست استاد شهید استاد ربانی و بعد از اونم به فرزندشان. ولی در این قسمت نگاهی به صلح یک نگاهی ملی، نگاهی به صلح یک نگاهی ارزشی و نگاهی به صلح یک نگاهی منطقی نبود. شما ببینین، وقتی ما شورای عالی صلح کارنامه از این مطرح میکنیم، وقتی افرادی که در اینجا به عنوان عضو هسته اجازه بفرمایید آقای شفیق صحبت کنم، باز با شما برمی کنم. آقای شفیق، واقعا آنچه که آقای بلخابی مطرح کردن که صلح نیاز مردم افغانستان در شکل است، اصل بشری است، اصل اسلامی است و همه میخواین که صلح داشته باشیم، اما بحث روشی که حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح داشته، چی در گذشته و چی در حالا، روش جالبی نبوده و نتونستن از این طریقه یا از این راه به صلح برسن. فکر میکنین واقعا چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و جناب بلخابی صاحب و بینندگان محترم تلویزیون نور و همکاران تکنیکی شما. ما هم مانند بلخابیس به این عقیده هستیم که راهی را که حکومت افغانستان به صلح تعیین نماید به ترکستان است. اصلا صلح ما به کی می خواهیم؟ گاهی صدا طوری بلند میشه که گویا کلیدی صلح در دست حکومت پاکستان است.
این را درست است که ما میپذیریم که حکومت پاکستان اگر در تایید طالبا و در حمایت طالبا قرار نداشتن، طالبا این همی مقاومت را پیش برده نمیترسن و یک ادامه دار ساخته نمیترسن. اما این را باید درک کنیم که اصلا ما جنگ با یک بخشی از ملت داریم که بنام مخالفین مسلح یا طالبان و حزب اسلامی است. وقتی که ما صلح را طوری یعنی برنامه صلح را و پروژه صلح را طوری پیش نبریم که هم این بود داخلی را در نظر نگیریم و هم بود خارجی را که هم منطقه‌ای و هم بین المللی در نظر نگیریم که زمینه سازی نکنیم در رابطه با یعنی امو ابر قدرت هایی که اصلا این جنگ را در منطقه با تایید خود این نگاه کردن اونا را یعنی پشتیبانی شه حاصل نمونه که اونا را کنات نتیم. یکی دو منطقه را همسایه ها را در داخل نسازیم، چرا که کشور عزیز ما در موقعیت جغرافیایی قرار دارد که هر طرف اگر ما همسایه داریم نظر اینه که راجع به افغانستان ندارد. اگر امروز پاکستان را به عنوان یک دشمن از پیش حراس داریم، در این حال ما از ایران حراس داریم. حتی از چین که تا حال در رابطه با موضوع افغانستان یک موقعی پیدا گرفته که زیاد مورد اعتراض واقع نشده است، اما فعلا چون که منافع هر ملت، منافع هر حکومت با منافع ما هیچ وقت در تطابق واقع نمیشه. پس حراس اگر از شوروی امروز با از روسیه داریم، جانشین شوروی به این ترتیب از چین هم داریم. پس ما پروژه صلح را امی هر دو بودش، هم بود خارجی رو و هم بود داخلی در نظر بگیریم که اگر طالبا به عنوان چیزی پیشرفت را داره، اینمی را در نظر بگیریم که چی معنی است، اصلا چی چالش است که اصلا امی یک بخش از ملت با ملت افغانستان یعنی به حکومت فعلی افغانستان صلح نمیکنه. اینو باید در نظر بگیریم. بود خارجی که شما اشاره کردین، بیشتر کشورهای دیگر هم گفتن که هستن که باید حمایت از اونها هم به دست بیاره. ما بیشتر به جنوب پاکستان هم مرتب کشته که عامل تاثیرگذار بیرونی بر روند صلح افغانستان حالا تاثیر مثبت یا منفی میتونه داشته باشه پاکستان است. و تا این جای کار هم پاکستان بازی کرده در با جنوب افغانستان که سودی به دست نمیاره. یعنی این مهارت است که پاکستان تا حال توانسته که از یک طرف در صف اول جنگ برخلاف تروریسم خود قرار داشته و در این رابطه کردیت میگیره، امتیازات مادی و معنوی را بر خود کسب میکنه و در این وقت امو تاییدی که اصلا مخالفین مسلح از کجا پیدا میکنه، موقعیت نزدیک شتابن سرزمین پاکستان است که از اونها مثلا از مراکزش در اونجا مثلا حمایت میشه، پشتیبانی میشه. اما این را ما باید درک کنیم که اگر امریکا خود را با پاکستان منافع خود طور سخته میدانه که ام پاکستان را به عنوان یک حریب نگاه کنه که خودش میفهمه که چطور مثلا می پاکستان میدانه که جنگ را مثلا پیش برده میتنه و در این وقت ایرا امتیازات میده، انمی را باید ما قانع بسازیم. در سطح بین الملل باید ما کشورهای دیگه منطقه را، حتی کشورهای ابرقدرت ها را سر امریکا مثلا به این رابطه یعنی متحرک بسازیم، برانگیخته بسازیم که چطور امریکا در اینجا حضور داره و این مقاومت دیده نمیتنه. و از یک طرف دیگه که وقتی که میبینید که پاکستان اگر به عنوان یک اثرگذار سر حلقات یعنی که جریان جنگ قرار داره یا به معنی که مخالفین مسلح هستن، اینا چطور میتونه که یک بخش از ملت ما را اونا نگاه کرده میتونه، برخلاف ما بسیج کرده میتونه، برانگیخته می ساخته میتونه و ما شما اینا را از خود ساخته میتونه. انمی اولا باید ما مورد مطالعه قرار بدیم که چطور ما اینا را از دست از اونا باید بکشیم. بله، یک مهارت اساسی بکار است. ظاهرا برای پاکستان هرگز در ظاهر نگفتن که ما همکار رسیم با جنوب افغانستان، بخصوص در بحث گفتگوهای صلح، و همورا گفتن که ما همکار رسیم میانجی هستیم. حالا هم اومدن مطرح کردن که باید از سر گرفته شود گفتگوهای صلح افغانستان. اما این حرفها برای حکومت افغانستان قناعت بخش نیست، قابل قبول نیست و همورا انتقاد کردن از پاکستان که به گونه صادقانه عمل نمیکنه با جنوب افغانستان. فکر میکنن حالا واقعا باید افغانستان مانی این بازی های پاکستان شه یا واقعا تعامل کنن و نه معنی شدن بکار است و نه انمیکا یعنی خوشبینانه برخوردن بکار است که چیزی پاکستان برای ما به وعده دادن میده به او سرش اعتماد کنیم و از اینا هر چیز بخوایم. ما گفتیم که اصلا جنگ ما با طالبا یعنی جنگ طالب در برابر دولت افغانستان دو بود داره. یک بود است که قوت افرادی جنگ را کی تهیه میکنه، خود همین یک بخش از ملت است که به نام مخالفین مسلح است. اینا چه عملی شده که مثلا راه جنگ را به پیش گرفتن؟ اگر قوات خارجی دیگه وجود داره، ما چرا که امریکا یعنی واقعا صحبت یعنی بدون پرده نکنیم که شما سن که اصلا انگیزه را به جنگ زونا برابر ساختین؟ بیا که سر پیمان امنیتی که وقتی که هیچ به درد ما نمیخوره که نه ما از توپ پاکستان ما را یعنی نجات داده میتونه و نه حتی تجهیزات نظامی را بر ما نمیتین. وقتی که شما مثلا قوی راکت، قوی مثلا رادار را مثلا ما قوی وی را نداشته باشیم، وجود شما، پیمان شما با ما
چی فایده برای ما میده که وقتی که خودتان انگیزه به دست باد برای طالب میدین که اینا برابر ما یعنی جنگ میکنه پس در این رابطه بعد ما با امریکا وارد گفتگو شویم و یک منطقه به کار است که اینا قانع به بسازیم که از یک طرف با ما جنگ از طرفی که شما در پشت سرش معلوم نمیشن اما در حقیقت امی جنگ را کی همت میکنه آیا پاکستان امی قوت داره که در برابر ملت افغانستان بجنگه به این قوت یعنی چند سال باید این را درک کنیم که در این جنگ هم ابرقدرها شریک هستند هم در منطقه امساهای مغرض شریک است و هم امو مخالفینی که از دست ما برامده و ما امی منطقه نداریم که نار از خود بسازیم و در برابر ما در آغوش دیگران میفتند سپاسگزار هستیم آقای بلخوابیان مورد به دو گپ اشاره میشه در بحث گفتگوهای صلح افغانستان عوامل داخلی و هم عوامل بیرونی فکر میکنید تا اینجا ای کار واقعا ما عوامل داخلی بوده و ما نتونستیم خوب بازی کنیم برای رسیدن به صلح یا خوب برنامه داشته باشیم که شما پیشتر اشاره کردین یا واقعا عوامل بیرونی تاثیرگذار بودن و مانع رسیدن افغانستان به صلح شدن خدمت شما عرض کنیم که نگاهی به صلح در گذشته یک نگاهی صحیح و درست نبوده هم از لحاظ برنامه هم از لحاظ کاربردی و عملیاتی و هم از لحاظ بسترسازی و جستجوی زمین ها کاملا در گذشته همه ما شما تجربه کردیم که یعنی نگاهی صلح در گذشته ما یک نگاهی صحیح نبوده من میخوام وارد نمیکنم حکومت افغانستان اشاره کرده که دروازه گفتگو باز است دروازه صلح باز است من اینو نشان میکنم بعد وقتی که ما میخواییم یک موضوع پیچیده و بغرنج و بسیار چند زاویه مدیری که استاد اشاره کردن بودی داخلی داره همسایگی داره منطقه‌ای داره جهانی داره این یک پروسه بسیار کلان است یک بسیار آچیندا و یک برنامه خاص خود میخوای که ما درش لیست کردیم شما ببینید وقتی ما اگر میخواییم صلح باید در آینده این یک صلح پایدار نصیب مردم شود روی کردی جدید را در این دوره از آغاز صلح در پیش رو بگیره دولت ما یک به نظر ما مرکز مطالعات صلح را باید به وجود بیاره به این سادگی با چند تا موی سفید یا مولا نمیشه ایجاد مرکز مطالعات صلح دو برنامه برای صلح وقتی که این مرکز مطالعات آمد از اینجا برنامه برای صلح یک پالیسی اما برنامه است ادبیات صلح در گذشته نادرست بود عوض شوه دشمن تعریف شوه خط قرمز مشخص باشه و شما شنیدین 40% فعلا کسایی که از زندانهای پلیچرخی و بگرام اعلام شده 40% از اینا برگشت کرده به جبهه فعلا رهبری عملیات را بر علی از ملت بدوش داره وقتی من میگم نگاهی به صلح یک نگاهی بسیار نادرست بود به این معنا دوم برنامه و سوم افراد خردمند مسلکی با تجربه از لحاظ فکری مستقل و دلسوز در اینجا گماشته شود اینطور افراد ما میخواییم نه افرادی که فقط چوکی را پر کنند چهار بستر و زمینه های صلح مورد بررسی قرار بده وقتی که مطالعات صلح وجود بود پنج راه های رسیدن به صلح را ما باید این اتاق فکر جستجو بکنه این تبلکی تردن الباب و تصادفی نمیشه ما شش ماه قد رابطه میکنیم از پاکستان و هیجانی میشیم احساساتی موضع گیری میکنیم تحریکات به وجود میریم دشمن سازی میکنیم و بعد یک بار میریم در حاشیه یک نشستی که قلب آسیا است ما باز میگیم که بله ما آماده ایم آیا از لحاظ دیپلماسی و اصول سیاست خارجی درسته ما به عنوان یک نماینده از مردم درست نیست پنج ششم ابتکار و مدیریت این پروسه برای افغان ها باشه نه به دیگران و اینا از عمق استراتژی صلح آسیب هایی که وجود داره نقایصی که وجود داره اشاره کردن مداخلاتی که وجود داره اینا از عمق این گپا با خبر باشه افت فعال ساختن دستگاه دیپلماسی ما من پیشتر اشاره کردم یعنی وقتی دستگاه اصول سیاست خارجی ما و دستگاه دیپلماسی ما قوی بود فعال بود
و اینا توانستن آسیبار از کشورهای منطقه جمع کردن با عنوان یک خور در اختیار شورای عالی صلح، اونچنانی که خردمند و عقلگرا باشه و توانمندی داشته باشه، تحلیل جهانی و روابط بین الملل داشته باشه بیره، ما اونگاه می توانیم که بگیم امیدوار هستیم که یک قدمی به طرف یک صلح پایدار در حرکت باشیم. ممنون. ادامه برنامه تا لحظات دیگر. باز هم خوش آمدید. آقای شفیق قانچه که آقای بلخابی مشاوره کردن و امورا به اینون یک سوال در باب گفتگوهای صلح افغانستان مطرح بوده، این مسئله است که واقعا حکومت افغانستان باید با جانب پاکستان صلح داشته باشه یا با طالبان. چند پیش هم رئیس اجرایی به حکومت وحدت ملی گفت دیگر نیازی نیست که ما با پاکستان طرف باشه و باید ما مستقیما با طالبان گفتگو کنیم، چون پاکستان تا اینجای کار صادق نبوده. ما پیشتر یاد کردم که ما معمولا عاطفی برخورد میکنیم. یک دفعه تو که میبینیم که تلفات مردم ملکی یا تلفات ارگان های امنیتی ما بیشتر شوه، بس کار ما میخیزه بعد میگیم که نی با پاکستان صلح کنیم که اصلا طالب میگه دست نشانده پاکستان است. با وقتی که ببینیم که مثلا که پاکستان نبینیم که برای ما چیزی نداد، بچن وعده دادن چیزی در نتیجه نامد، بعد میگیم که نی پس با طالب برمیگردیم صلح با ما با ایست. ما این را فراموش نکنیم که این جنگ که طالب یا حزب اسلامی در برابر دولت ادامه میتا، این ابعاد مختلف داره. پیشتر هم یاد کردیم که بعد داخلی و بعد خارجی. اگر بعد داخلی قوت افرادی است که کی این تحمل کرده میتونه که مثلا واسکت با جان میپوشه، یک انگیزه داره. اما انگیزه را ما چطور میتونیم که در برابر نمی طالب یک منطقه را پیدا کنیم که شما در برابر یک دولت می جنگین، امی تشکیل شورای صلح را ما باید طوری بسازیم که برای طالب دیگه یعنی انگیزه جنگ در برابر نمی دولت وجود نداشته باشه. به این معنی که ما افراد سالس و منجگیر را بیاریم دیگه که در شورای صلح جای بجای کنیم. گاهی ما یک ریشتپی را میاریم که یک وقت که طالب در یک تنظیم بود، امروزی را دیجا شانیم یک بخش عظمی تنظیمش در وجود به عنوان طالب جنگ میکنه. اگر ما تو در یک سب قرار داشته باشیم و این سب را تو بشکنن یا ما بشکنن، ما در یک قرار بگیریم، در یک موقف قرار بگیریم، خود در یک موقف قرار بگیریم، شاید دشمنی ما لحاظ سیاست با دیگرا که سابق داشتیم با تو شاید بیشتر شود، چون که سر پا مثلا جدا ساختی. از امید تر مردم ما هیچ وقت توقع نداشته باشیم که اینا میتونه که کلید و راه را به طالب باز کنه، اونا با طالب صلح بکنه. یا بعضی افرادی که مثلا سب طالبا جدا شده، اینا را دیگه کمی مورد نوازش قرار دیم که بیا در شورای صلح شما را جای بجای کنیم که طالب دیگه بیا. یعنی تصور ادغام مجدد از طالب داشته باشیم که مثل نمی موقع با بر شما میتیم دیگه بیایم. این جنگ یک جنگ خیلی یعنی ابعاد خیلی ممتد داره، ایجاب اجیرا میکنه که ما اصلا امو انگیزه را از بین ببریم که طالب در برابر ما جنگ میکنه. رسانه های ما باید رسانه های اسلامی شوه. ما میلی در شورای صلح افرادی را داریم که رئیس برنامه است، رئیس یک تلویزیون یک رسانه است، اما تلویزیون از اونها اصلا هیچ وقت مطابق با ارزش های دینی و ارزش های ملی افغانستان یعنی نشرات نداره. او طالب چطور از این شورای صلح توقع داشته باشه که این جناب یا جسیب که در شورای صلح وجود داشته باشه به این صلح او اعتماد وابسته کنه؟ پس ما باید این انگیزه ها را دفع کنیم از یک لحاظ. دیگه وقتی که ما ببینیم که پاکستان در این رابطه سهم داره، نقش داره، باید سهارا از لحاظ دیپلماسی، از لحاظ اقتصادی، فعالیت های اقتصادی یعنی سر پاکستان تنگ بسازه. مثلا میگه که موضوع خط یعنی گاز را که مثلا اینمی یک موضوع خیلی خوب است که اشرف غنی یک دم خوب به وقت کرده که دیگه ما پاکستان رو زیر فشار قرار بدیم. اینمی یک منفعت در نمی تاپی در رابطه به صلح اگر ایجاد شو و اینمی کتش موازی بخیر، اینمی پروسه تاپی به پیش برده میشه، شما را موقعیت های اقتصادی دیگه پر اتم پرام میکنیم، شما به آسیای مرکزی از این طریق مثلا تجارت خوبتر پیدا میکنیم. اما جنگی که از طریقی هم ملت خود در آتش نگاه کردی، هم بخش از ملت ما در آتش نگاه کردی، از چی میخوایی که مثلا امی امکانات نظامی تن از این طریق پرام میکنیم؟ طبعا پاکستان که می جنگ را به پیش میبره به خاطر اهداف نظامی خود، به خاطر از اینکه یک عاید را به دست میاره از این طریق که پروسه جنگ. در بحث یعنی لولای گاز تاپیر که شما اشاره کردین، شاید من ازارات یک مقام نظامی پاکستان شنید گفتم ما بالای طالبا کنترل داریم که اونا را متقاعد بسازیم که در بحث تامین امنیت لولای گاز مشکل ایجاد نکنن، و یعنی افغانستان هم انتقاد کرد. بله، یعنی یک اقدام است که ما میتونیم که به این ترتیب پاکستان را وادار به بسازیم که تو اگر از طریق جنگ یک بخش از ملت ما در برابر دولت ما
پیسر از امریکا میگیری، از کشور دیگه میگیری و به این ترتیب برای خود یعنی نیازمندی های نظامی خود پورا میکنی. چرا از این طریق نامشروع مثلا ما با پیش بریم که ملت ها را با هم دشمن میسازیم؟ این هم یک منطق داره، یک زبان قوی، یک دیپلماسی قوی کار داره که را ما در این شورای صلح نمیبینیم. چند تری سپیده و چند مردمی که ناراض شده از دولت طالبا در این جامعه مثل که بلخابی ثبت کرد که ما در حقیقت یک مرکز استراتیجیک را دیجا ایجاد کنیم که واقعا مطالعاتی یعنی ادامه بده و حتی شخصیت های ورزیده و دانشمند جهان را دیجا بیاره و خود شورای صلح را در شخصیت های سالس جور کنیم که هم مورد اعتماد برای طالب شوه که از این بعد پیش از اونها انگیزه جنگ پیدا نشوه و اونا را یعنی از لحاظ منطق و عقل اینا را قرارداد بده که از این طریق شما نمیتونید که اینجا بحث افراد مطرح نیست، بحث کلیت صلح مطرح است، بحث خوبی صلح برای افغانستان و برای طرفی که در برابر حکومت افغانستان میجنگن مطرح است. واقعا حکومت افغانستان میگه ما بارها گفتیم خوب دروازه صلح‌خواهی ما باز است و وقتی که مخالفین مسلح یا طالبا دعای صلح‌خواهی حکومت افغانستان را پاسخ نمیتن و نمیان حداقل بشینن مذاکره کنن، بیشتر از این و فراتر از این حکومت افغانستان باید چی اقدام دیگری کنه؟ وقت اگر آدم بگوید وقتی که در یک جنگ دو طرف درگیر باشه و یک طرفش همیش در برابر مخالفین مسلح قرار گرفته باشه و اونا در منصه صلح های در مستیج صلح زیاد یعنی جلوه نشان داده شود، اونا قانع میشه به شورای صلح؟ ما باید شخصیت هایی را در شورای صلح جای بجای کنیم که برابر مورد اعتماد هم برای حلقات طالبی باشه، هم بر مخالفین مسلح در مجموع و هم بر نظام موجودی ما باشه که ارزش های جهادی ما زیر سوال نروه و با می ترتیب چیزای دستاورد هایی که در این رابطه بعد از توافقات بن به دست آوردیم چیزای دستاورد های مطلوب و مثبتش نسرب که اصلا شعاری وجود داشته و در حقیقت چیزی وجود نداشته باشه. امی اردو را در نظر بگیریم، این ما توسط یک هیئت سالس که هم اهداف و منافع ملت افغانستان را در نظر گرفته، هم ارزش های دینی ما را در نظر گرفته و هم عموم موانعی که اصلا طالبان چرا تن به صلح نمیتا، یعنی چالش هایی که در سر در راه صلح وجود داره، در این رابطه یک منطق قوی داشته باشه که از این بعد پیمانی که ما با امریکا بسته کردیم خاطر خاطر شما بسته کردیم، اما یک زبانی کار داره، یک زبانی از جهت سالس کار داره که اینا را قناعت بده که به آمدن صلح که از طرف شما اشاره سب شوه اینا ما از بین برده میتونیم. پس به این نظام که فعلا ای وجود داشته باشه یا دایی شورای صلح که افرادی که از یک طرف جنگ وجود داشته باشه اونها هیچ وقت خیانت کردن میتونه که سر زنا اعتماد کنه و بعد با این صلح مثلا اینا تنگ بده. این یک صلح یک پروژه است که ادغام مجدد یک طریقه است که یک طالب را آوردیم بیجا یک چند تا دیگه مگر شما میرین نمیدید مورد نوازشتن قرار میدیم، اما این جنگ یک چند طالب پیش نمیبره، جنگ یک قوت پیش میبره، قوت افرادی است که بخشی از ملت دایی وجود داره و شاید حتی از همین تنظیمای موجود که پیلان در نظام باشه شخصیت های وردیده شده وجود در جنگ شریک باشه. شما نمیبینید که همین مردم به کندوز کی میرسنه؟ اگر این نظام با اونا همکاری وجود نداشته باشه خود طبعا اونا نمیتونه که به کندوز به ترتیب بسنی برسه. پس دیگه معلوم میشه که اصلا این جنگ خیلی خطرناک جنگ است و این هم آباد داخلی و هم آباد خارجی داره، ستون پنجم هم خودش مطرح هست. این همه موضوعات اگر ما واقعا دقیقا مورد مطالعه قرار ندیم و از طریق یک شورای صلح که واقعا مردم سالس، مردم دانشمند، مردمی که منطق قوی راجع به قناعت دادن به هر دو طرف جنگ در 13 سال در 14 سال که مثلا به هر دو طرف قناعت بده که ما هم دست آوردهای را به نگاه کنیم، اونا هم چیزی که موانع در این رابطه میبینن، اونا هم چیزی جواب قانع بدیم که شما چی میخواین که مثلا در آغوش دیگرا قرار میگیرین. امی منطقه باید پیش ببریم که اگر طالب فرض کو پردا امی ابرقدرت ها یا منطقه مثلا بخواهی که طالب را به یک تعداد مردم غرب گرا در قدرت بیارن که مثلا میلی تقریبا می پروژه با مثلا میره که شاید در آینده بعضی مجاهدین را به طرف کوها ساق بده که اونا هم جای طالب را بگیره و جای حکومت را فعلا طالب جمع چند تا غربی بگیره. آیا به این صلح همه نه، ما را باید درک کنیم که صلح تاوتی که مثل که اشرف غنی گفته که پایدار جامع که در آنجا هیچ انگیزه جنگ برای هیچ کسی مخالف امروز اگر طالب است بردا برای مجاهد وجود نداشته باشه. اگر ما صلح را به طوری به پیش میبریم که حکومت پاکستان را خوش بسازیم که تا عمق استراتژیک که تدریج تضمین است یا مثلا راه تجارت به آسیای مرکزی باز داری و به می ترتیب ما سیاست و پالیسی خود راجع به هندوستان بعد از کرکین شما مثلا در نظر بگیریم و این را در نظر نگیریم که آیا طالب به خاطر خاطر جنگ میکنه، آیا تو میتونی که این صلح را مثلا تطبیق بدی؟ تطبیق نمیتونیم. ما به انمی را در نظر بگیریم چه چالش وجود داره در رابطه با انمی رای صلح که طالب به عنوان موانع صلح پیش خود ایروان میکنه. در این رابطه باید ما منطق قوی داشته باشیم که طالب به در این رابطه صحبت شود.
خیلی ممنون. آقای بلخوابی، شما هم عدمان همارا شنیدین منتقدین حکومت و کارشناسا گاهی هم در رسانه ها حرفایی را مطرح میکنن با آدرس حکومت افغانستان، بحث ستون پنجم، حامیان تروریستان در داخل حکومت افغانستان و همچنان طالبان حکومتی، این مسائل بارها اشاره شده و اینا هم گفته میشه که خب یکی از عوامل تاثیرگذار در راه نرسیدن به صلح حکومت افغانستان هستند. چرا به این مسائل واقعا بیشتر توجه نمیشه به ابعاد داخلی از حکومت افغانستان در این راستا پاسخی به مردم نداشته؟ ما در بحث اول اشاره کردم که نگاهی به صلح در گذشته نگاهی صحیح، مطلوب، جامع، کامل نبوده. ما چند تا اضافه میکنم. بستر و زمینای صلح مورد بررسی قرار بگیرد، چه در بودی داخلی چه در بودی خارجی. ما اشاره میکنیم در بودی داخلی. شما ببینین حضور ستون پنجم، فقر، بیکاری، بی‌اعتمادی، قانون شکنی، بی‌عدالتی در دستگاه‌های عدلی قضایی، کل از اینا زمینه صلح چه میکنن؟ برهم میزنن. ما اگر این یک مقدار بشکافیم در ولایت بریم، وقتی ما میبینیم در ولایت خود ما کسانی رفته در صفوف مخالفین قرار گرفته که ای از بی‌عدالتی شکایت داشته، ای از رشوت شکایت داشته، ای از بیکاری شکایت داشته، ای از ناامنی شکایت داشته، ای از قضایای ناعادلانه ای که در ارگانهای عدلی قضایی ما و شما فیصله شده شکایت داشته و در سر از این ظلم صورت گرفته و ای چیز نداشته، یعنی اون مسئولیت جانی و مالی نداشته. گاهی میبینیم ما که از آدرس خود ما به نام دولت و حکومت و حکومت‌های محلی و ارگان‌های عدلی و قضایی و پلیس و امنیتی ما ای بالاش تعرض صورت میگیره. اینا زمینه‌های و بستری ناامنی رو بیشتر میکنه. و یکیش هم شما گفتید ستون پنجم، سوال شما بودی، راست میگه. به بانه عفو، به بانه ترحم، به بانه انعطاف نشان دادن، به بانه سیله کردن، بار بار خود شورای عالی صلح آمده افراد جانی قاتل که خون مردم توسط از این ریخته شده، طفل، زن و کسب و کار در کنار سرک و خیابان و ای اعلام شده. این دستگاه صلح، وظیفه شورای صلح نیست. وظیفه شورای عالی صلح قویاً استراتژی سازی، برنامه، پالیسی و آسیب شناسی، عوامل شناسی و ای بالاخره با دیپلماسی فعال بستر سازی میکنه، ولی یک جمع دیگه میتونه که باز بالاخره بیا یک مقداری رابطه رو در اینجا چی کنه با وجود بیاره. شورای عالی صلح ببین از پیشاور بلند میشه، جناب دکاندار با آدرس شورای عالی صلح با وساطت شورای عالی صلح تا ارک ریاست جمهوری کس نمیفهمه و پول انکفتی رو میگیره و بعدا فهمیده میشه که یک دکاندار بوده. این عمق استراتژی و شناخت و معرفت شورای عالی صلح نسبت به مخالفین ای خنداور نیست. جان کلام در ای هسته، من اون چی که میخوام بگم اوی هسته که نگاه دولت افغانستان به صلح یک نگاه جامع، کامل، با برنامه، با استراتژی، با اتاق مطالعات و با یک خردمندی و تعقلگرایی حرکت بکنه و از طرف دیگه این چیزایی که ما اشاره کردیم زمین سازی اینا رو هم بکنه. همین مسائلی را که شما اشاره کردین که تاثیرگذار هستن باید حکومت افغانستان داشته باشه. اگر این مسائل یا عوامل هم وجود داشته باشه، باز هم مایلی از طرف طالبا برای رسیدن به صلح نباشه یا مخالفان چی؟ نه 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 نه، هیچ ببین شو اینجوری تقسیم بندی میگم چنان که شان فرمودن. وقتی ما در چند کاتگوری ناراضها و مخالفین قلمداد میکنیم، همه از او این چنین تفکر نداره که ما به صلح علاقه من نداریم. ممکنه یک محدود باشه، ولی کسی گفتم که به خاطر بی‌عدالتی فرار کرده، به خاطر ظلم و تعدی و فقر و بیکاری و اینا رفته در اونجا، وقتی این خواستهای اولیه شهروندی در اینجا تامین شه، او برمیگرده. و برمیگرده. همه از مخالفین ایدئولوژیکی نیسته. اونا او رقم نیسته که کلیدی بیش به دست شامیتی. اونا جمع نوجوانها و حتی طفلایی هسته که به تکلیف نرسیده و اونا بالاخره اخفال میشه. او بس مافیایی است ها.
او خرید فروش میشه حتی. شما تحقیق بکنین. من میخوام بگم که ما میتوان وقتی ما میخوایم که با یک دیپلماسی فعال شروع بکنیم، میخوایم که در بین این کتله عظیم مخالفین تجزیه بکنیم، نه تجزیه بکنیم، جمعی از دولت ناراضه تامین عدالت بکنیم، جمعی از ارگانهای اهل قضایی ناراضه، جمعی برش کار ایجاد بکنیم، جمعی دیگه اصلا بالاخره بارمندی نداره از لحاظ اعتقاد اسلامی به او توجیه شوه اونجا که نه اینجا ما شما ضرورت داریم مسائل این بحثاری که وقتی ما تعاجمی شروع بکنیم ما میتونیم که مخالفین تجزیه بکنیم، تیکه تیکه بکنیم، گروپ گروپ بکنیم و اون اهرم قدرت از اون کم بکنیم و این فعالیت های دیپلماسی، فعالیت های سیاسی، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اقتصادی ولی خطی لوله گاز تاپی میتونه و خب یک چی باش که ما از آدرس اقتصاد بیم یک بخش از ناامنی رفع بکنیم چون اینج منافع پاکستان هست و طبعا همونطوری که زار کرد یک از مقامات نظامی از او و بسیار عجیبه که ما میتونیم در این مسیری که منافع ما تامین هست ما تسلط داریم بالای متقاعد بکنیم بله چون اینا همش حرفه اینا همش یک دیپلماسی فعال سیاسی اقتصادی بین المللی میخواه یعنی درد ما هست خطاب ما به دولت هست که و بیان نگاهی به صلحشان یک نگاهی علمی یک نگاهی با برنامه یک نگاهی وسیع یک نگاهی تحقیقی باشه که و ما افراد زیاد را در قسمت و وظیفه داده شد و تو واقعا برنامه باشه در کنار این حرفایی که شما اشاره کردین آقای بلخوابی ما را به یک مسئله دیگه اشاره میشه که خب کسایی که به نام طالب یا تروریست هایی که به نام طالب داعش یا دیگر در برابر حکومت افغانستان میجنگن در حقیقت اینا ابزاری هستند که از طرف کسی دیگر یا کشور دیگری به نام پاکستان حمایت میشن و اینا به عنوان یک ابزار استفاده میشن در برابر حکومت افغانستان چگونه او مشخص است بحث اگر ما بگیم جنگ اقتصادی است مستاق پیدا میکنه اگر ما بگیم جنگ استخباراتی است مستاق پیدا میکنه اگر ما بگیم که از جمع از گروه های افراطی و تندرو اینا به عنوان ابزار قدرت های جهانی استفاده میکنه به خاطر استراتژی خودش و منافع حیاتی خودش اینا همش دخیله عرض این است از چله گیله نیست بحث ما این است که ما گفتم در این چند تا فاکتوری که اشاره کردم یعنی ابتکار و مدیریت ما به دست بگیریم و ما دست روی دست بگذاریم که چرا آمریکا با ما کمک نمیکنه چرا پاکستان با ما کمک نمیکنه چرا چین با ما کمک نمیکنه نه و ما سعی بکنیم که نیروی تحرک را به وجود بیاریم و جلوی ایگپا را ما بگیریم یعنی اگر 100% نمیتونیم ما مدیریت بکنیم ما حداقل سلی ما 50% پیش بره 20% پیش بره از طرف دیگه ما توسعه داشته باشیم روش و تکامل داشته باشیم ایسایسه طبیعت بشر است که از جنگ خسته میشه با قول معروف پایان هر جنگ صلح هسته ما به نظرم ببین عمو طالب افراطی که 15 سال جنگ کرده امروز راضی هسته به صلح به شرطی که ما بتوانیم این زمینه را به طور بسیار معقول از لحاظ سیاسی از لحاظ اداری از لحاظ اقتصادی فرهنگی به وجود بیاریم یعنی پیش از آغاز گفتگوهای صلح این مسائل که شما اشاره کردین حکومت افغانستان باید بستر سازی کنه و این عوامل بله غیر از این سپاسگزارم آقای شفیق و اونجا که رئیس جمهور به عنوان صلح پایدار یاد میکنه و تاکید میکنه که ما باید صلح در افغانستان بیاریم که با جنگ خاتمه بده و دیگر جنگی نباشه و از طرف دیگر هم در نشست پاریس به این مسئله اشاره کرد و هم در نشست اسلام آباد که توافق کردیم با مقامات پاکستان که کسانی که صلح میکنن خوب صلح اگر نمیکنن کسایی که متباقی میمونن از گروه طالبان یا کسایی که در برابر حکومت افغانستان میجنگن مشترکاً باید در برابرشان جنگیده شوه و سرکوب شوند فکر میکنین که هنوز هم موقع نگرانی وجود داره که بخش از طالبان میان صلح میکنن یا گروه دیگری به نام داعش و طالبان در برابر حکومت افغانستان میجنگن تا وقتی که ما در دو بود هم در بود داخلی و هم در بود خارجی موازی حرکت نکنیم صرف اعتماد سر وعده های پاکستان و یعنی کمی اشاره سبز کردن پاکستان هیچ وقت چیزی به دست آورده نمیتونیم پاکستان اگر تا حال درک کردیم که از امی جنگ بهره میگیره از امی جنگ فایده مادی میگیره پس ما باید بتانیم که از امون مردمی که پاکستان استفاده میکنه اونا را از دست اونا بکشیم یعنی یک منطق را پیدا کنیم که اونا را قانع ساخته بتانیم ما فعلا چقدر مصارف را از امی پروژه صلح به مصب میرسانیم دمی رسانه ها چقدر اعلانات شما میشنوین از امی رادیوها و از امی تلویزیون ها هیچ کدامشان به درد ارمی مردمای نمیخوره که او مردمای که ای رادیو و ای رسانه در مردم در کابل میشنوه او مردمای که دوج هستن اونا رو چه منطق و چه پیام برشان بتیم از امون مرکز مطالعات استراتژیک که مثلا ما دیگه راجی به صلح قوی مرکز می داشتیم یک کنفرانس بین المللی از دانشمندان معتبر عالم اسلامی دیگه جور ادایر می ساختیم که اینا از لحاظ شرعی و لحاظ ضرورت ملت ما علمی موضوع خیلی به قوت پخش میکرد و حتی در رسانه های
کشورهای همسایه هم تبلیغات میشد و زمینجا تبلیغات میشد. اما ما گفتیم که در شورای صلح ما یک تعداد مردم ناراضی ادمو طالبا که دیگه یک ماشی بگیره شاید که سر زنا میتمد بکار نیست و یا یک تعداد مردم ایجی سبا که اینا سب در بین مردم کمی وجاهت داره اونا. اصلا اگر اینا واقعا مؤثر در صلح همی بون چرا میپلای جنگ به طرف مخالف روز به روز وسیع تر شده میره؟ چرا مردمایی که از امو ولایت ها وجود داره چرا دامنه جنگ دیگه ختم نمیشه؟ امی سبا که پیرند صلح وجود داره مثلا ما ننگرهار مردم داریم، اگر اینا واقعیت نفوذ در ننگرهار میداشتن چرا روز به روز مثلا مخالفین به نام داعش و به نام طالب مثلا قوی تر میشدن؟ پس اصلا دیگه شخصیت های قوی نداریم که باعث اعتماد هر دو طرف جنگ شوه و اونا سرنمی مردم دل بسته کنه که واقعا در افغانستان یک نظام را اینا به من میاره که مورد پذیرش ما، مورد قبول ما هم است و مورد قبول طبقه مقابل ما که مجاهد جمعی تعداد مردمی که از غرب آمده. بله، اصول پایدار از چه راهی به دست میاد و چگونه که رئیس جمهور ما را به او تاکید میکنه و در اصل میگه ما اصولی نمیکنیم که در اون معامله باشه و ارزش های ما و قانون اساسی از طریق یعنی اتخاذ بعضی تدابیر و اقدامات به کار گرفتن مثل که بلغابی سے بشارکت کے بستر سازی دی جا بکار است. بستر سازی لحاظ از اینکه مثلا ما یک مرکز واقعی راجع به یعنی قانع ساختن اطراف مختلف جنگ راجع به صلح، چرا که ما دمی خود دولت هم بعضی مردم دار میگه نه صلح دیگه هیچ چیز به دست ما نمیاد، یک مرکز مطالعات یعنی استراتژیک دیگه وجود میداشت به نام صلح که هم انمی طرفی که مثلا در دولت قرار داره که اینا تن به صلح نمیتن، یک تعداد مردم تبالی راجع به صلح میگه بدگمان است، میگه صلح به این معنی که یعنی قدرت از دست ما میره، نه اینا را هم قناعت بدیم، هم مخالفه قناعت بدیم، هم دیگه مردمی که در این صلح نقش دارد، کشورهای همسایه، کشورهای برقدرت، شخصیت های ورزیده که وجود داشته باشه، ما به امریکا هم میکنه داده میتونیم که شما اگر از این طریق مثلا در به یک موقعیت استراتژیک افغانستان سو استفاده میکنین، چرا از طریق یک دوستی واقعی که مورد اعتماد به همه اقشار ملت افغانستان وجود داشته باشه و دیگه در اینجا ما منافع اولیا را در این منطقه مشترک داشته باشیم، چرا به این ترتیب عمل نکنیم؟ مثل که صلاح الدین صاحب در این رابطه گفت که اگر ما افغانستان را به عنوان یک مرکزی که برای تجارت همه کشورهای همسایه به دردشان بخوره انمی را نگاه کنیم، این خوبتر است که مثلا ما افغانستان به عنوان یک موقعیتی که برای جنگ از همین مردم بهره بگیره، این خوبتر است. این در این رابطه باید ما از لحاظ تبلیغات هم تبلیغاتی یعنی به طور عامیانه که همین تبلیغاتی که مردم در سراوا به خاطر پیسه ازم کردن و به خاطر این پروژه یک پسر به دست آوردن نمی دادیم میگونه، از طریق دانشمندان، از طریق شخصیت های حقوقی، از استادای پانتونا، از شخصیت های اکادمیک، دیگه شما دیدین کدام وقت وزارت خارجه یا در چارچوب وزارت صلح کدام کنفرانس دایر شده که تو شخصیت ها رو خواسته باشه وزیده کمک خواسته باشه؟ غیر از اینکه چند چیزی که یک وقت کرای کسی که دارون شای صلح به دست داشت امو پروژه های شخصی خود پیش می برد به نام صلح پسر هضم میکرد، علی که وجود داره چیزای صرف یک کارسانه را یک کنفرانس جور کنه و خلاص. سپاس دور آقای بلخوبی، اگر عرفای شما مونده باشه در باب رسیدن به صلح پایدار که رئیس جمهور میگه. ما پیشنهاد می است در رابطه با بحث صلح جناب رئیس جمهور، رئیس شورای و رهبران حکومت وحدت ملی صادقانه خالصانه و بیان در قسمت صلح یک رای اساسی را شعار ندن عمل بکنن. او عبارت از این است که یک مرکز استراتژی مطالعات صلح ایجاد بکنن و از این طرف و اون چی نظرات از فراخوان ملی بدن در اینجا کلی اندوخته ها در رابطه با صلح جمع شوه و یک خانه ای اتاق فکر صلح قوی به وجود بیاید و اینمی خانه و اینمی کسی که اینجا هست بستر صلح، زمینه های صلح، آسیب های صلح، عوامل ناامنی داخلی خارجی و همش جمع بکنن با یک برنامه وارد شن و از صلح ما ناامید نیستیم و از طرف دیگه از زمینه های خوب استفاده بکنن. بحث های اقتصادی هست، سیاسی هست، یکی از عادت ما افغان هست که قرض زیاد داریم زوری کم. ببین شما ما دشمن تراشی میکنیم، شما ببینین کشورهایی که مثل چین، مثل کره شمالی، جنوبی، ایران، جای دیگه روش کرده با شار روش نکرده، کار کردن، عملا کار کردن، به پایداری از لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی رسیدن و ما کار نکرده بسیار فریاد میکنیم و کسایی که اگه خوابیده بود اونه بیدار میکنیم و امیدوار هستم که با برنامه اگر صلح پایدار میخواد جناب رئیس جمهور با برنامه پیش بره، از این پیش برنامه وجود نداشته بسیار پراکنده سلیقه‌ای بوده. سپاسگزار هستم، خیلی ممنون. در پایان هم سپاس از حضور وقت مهمان برنامه سید محمد حسن شریفی بلخابی از مجلس نمایندگان و عبدالناصر شفیق استاد دانشگاه. شکر از شما بیننده عزیز هم سپاسگزار هستیم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.